در همین مورد بیشتر صحبت میکنم با مهمانان من آقایان عبدالبصیر ترک آگاه مسائل اقتصادی که در استودیو سامتلو نیوز حضور یافتند و آقای احمد خان اندر آگاه روابط بین الملل که از طریق خط اسکایپ با ما وصل شدن. مهمانان گرامی درود بر شما، خوش آمدین به برنامه. آقای ترک، اگر بحث را با شما آغاز بکنیم، سفر آقای کبیر به دوحه قطر و دیدارش با نماینده های بازرگان افغان که در این کشور حضور دارن و همین گونه میدانیم که با مقام های کشورهای بیرونی هم در بعد سیاسی دیدارهای داشته، اما در بعد اقتصادی این دیدارها فکر میکنین چی تاثیر میتونه داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل ور سره سلامونه نیکی هیله تاسو ته، محترم اندر صاحب ته، تاسو کارکونکو ته، تخنیکی او همداسې لیدونکو ته وړاندې کوم. په زمینه دی کې واقعا د ناس یو پایله کې څېړنه وکړو، ډېره غټه لاسته راوړنه ده چې زموږ هغه په قطر هیواد کې چې میشت افغانان دي، د هغوی سره لیدنه وکړه چې هغه کومه ستونزې مسایل چې لري د هغه د حل دپاره. او بله مسله دا چې تاسې یادونه ترینه وکړه د وضعیت د اقتصادي د بحران نه وتل د افغانستان، او خلکو ته یې دعوت ورکړی چې راشي په افغانستان کې تاسې پانګه واچوئ، او هغه صنعت په بخش کې یا هغه که د تجارت په بخش کې، خو له بده مرغه موږ هغه ستونزې او ناخواله چې دننه په کور کې لرو د هغه سره په کتو دا لازمه نه وه چې موږ یعنی بهر هیواد کې خصوصا خارجي اتباعو ته تهدید بلنه ورکو یا خپل افغانانو ته چې تاسې راشئ په افغانستان کې پانګه واچوئ. د افغانستان وضعیت، د افغانستان حالات سره په کتو هغوی هم میډیا تعقیبوي، حالت ګوري. د برېښنا ستونزې موږ دلته شته دی، د بانکي ستونزې شته دی، او همداسې د هیواد د نه رسمیت پیژندل ستونزې شته دی. یعنی دا هغه ستونزې دي او هغه مشکلاتونه دي چې په تجارت کې یا په صنعت کې دا اولویت یا لومړیتوب لري. له بده مرغه تر اوسه پورې دا ستونزې حل شوې نه دي. که تاسو ته په یاد دي، تقریبا تیر کال ملا برادر اخوند هم ترکیې کې سفر درلود. زموږ تجاران، پانګوال او د صنعتکارانو یې غوښتنه وکړه چې تاسو راشئ، خارجي اتباعونه غوښتنه وکړه چې تاسو راشئ، په افغانستان کې امنیت تامین دی، پانګه واچوئ، زمینه برابره ده. امنیت به شکه تامین دی. څلور دېرش ولایتو کې الحمدلله مشکلات او ستونزې نشته دی، یعنی تر حده پورې. یعنی ما جزئي ستونزې خو هغه په اروپایي هیوادونو کې هم رامخته کېږي، خو یوازې امنیت نشي کولی چې زموږ هغه کومه ستونزې او ناخوالې سره چې موږ کېلی استو دا برآورده کړي. چې مخکې هم تاسو ما یادونه وکړه چې د برېښنا په هکله باندې که زه تاسو ته ووایم چې د صنعت په ډګر کې یو عمده رول لري او د ملا تیر دی یو هیواد دی، همداسې د بانکي سیستم چې 50 یا سلنه موږ سره ډېر مرستې کوي چې موږ په اسانه توګه پیسې ټیټې کړو، نورو هیوادونو سره رابط وکړو. ویزې اخیستل دي چې له بده مرغه موږ یو دوه درې هیوادونه ویزې اخیستی چې په اسانه او بسیطه ساده توګه باندې نورو هیوادونه موږ ته ویزه نه راکوي، او سیستم د بانک خلاصېدل، یعنې دا او افغانستان د رسمیت پېژندل چې ډېر عمده رول په ده کې لري. چې دغه ستونزې مین اساسي زموږ ستونزې دي چې دا برآورده شي، بیا موږ ته ضرور نه دی چې موږ مشر ملا برادر اخوند لاړ شي ترکیې ته او هلته د بلنه ورکړي خارجي اتباع ته چې تاسو راشئ په افغانستان کې پانګه واچوئ. دې ته ضرورت موږ نشته په قطر کې مثلا سیاسي مرستیال موږ د ریاست الوزرا لاړ شي او همداسې نور مسایل باندې که بس کې هغه بېله موضوع ده. یعنی د اقتصادي په ډګر کې او د صنعت په ډګر کې زه چې فکر کوم دا یو غټه تېروتنه ده، په خاطر د دې چې هغوی تعقیبوي. زموږ خپل افغانان هم موږ سره، زه خپله یو صنعتکار یم، موږ سره په کراتو کرات باندې اړیکې نیولي، اړیکې نیسي، وضعیت څېړي. خپل افغانان دې ته رسک نه اخلي چې راشي په افغانستان کې پانګه واچوي، نو خارجي اتباع به څنګه رسک واخلي دلته؟ تشکر آقای اندر، شما هم بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میدانیم که سفر آقای کبیر به دوحه قطر چند پهلو بوده، در کنار از اینکه با بازرگانان و صنعتکاران دیدارهای داشته، دیدارهای سیاسی و دیپلماتیک هم داشته با نمایندگان و سفیران کشورهای بریتانیا، کانادا، ایتالیا، فرانسه، کره جنوبی، آلمان، آمریکا هم دیدارهای کرده و از این کشورها خواسته که سفارتهایشان را بیایند در کابل بازگشایی بکنند. دیدگاه شما چی است؟ آقای ترکی به این باور است که میگه مشکلات در داخل افغانستان حل ساخته شود، بعدش مشکلات بیرونی حل میشه؟ به نام خداوند یکتا، درود و سلام به شما محترمه عایشه جان شریفی، به مهمان گرامی شما آقای ترکی صاحب و تمامی اماتنان عزیزی خوش سلام و احترام تقدیم می نمایم. سپاس. در قلم اول خب باید گفت که سفر محترم مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای امارات اسلامی افغانستان به کشور ایران و کشور قطر یک گام نیک دیپلماتیک بوده، چون با رفت آمدها دیپلماتیک و با نشستهای سیاسی و اقتصادی می توان که وضعیت فعلی افغانستان و به طرف بهبودی ببرد و همچنان تعامل سیاسی به میان بیاد. ما خوشبین هستیم که
همچو مقاما در کنفرانس های بین‌المللی در کشورهای خارج با دیپلمات ها با افغان ها دیدار نمایند. ولی تا جایی که دمی شد دمی سه سال ما میبینیم که کشورهای امریکایی و اروپایی و حتی کشور همسایه ما اتحاد نمودن تا دست جمعی باید افغانستان را برسید بشناسه امارت اسلامی را امراش تعمل کنن. من من حیث یک معلم وقتی که در امکان شاگرد پارچه را حل میکنه ولو تمامی جواباتش درست باشه نمیتونیم نمره درست بدیم تا که کار خانگی و حاضری درست نداشته باشه. در افغانستان جنگ نیست، امنیت است، از امارت اسلامی بارها است افغان ها تشکر می نمایند، اما کار خانگی خود را که در داخل افغانستان است با مردم خود رجوع کنه و در قدم اول با مردم خویش تعامل نمایند، حقوق ادباع افغانستان بخصوص حقوق خانم ها را برشان یاده نماید. خارجی ها چه حق دارد که بالای ما اینقدر اولتیماتوم ها، اینقدر فشار ها، اینقدر تحریم ها را وارد نماید؟ بله آقای اندر، میخوایم پرسش داشته باشم. شما حداقل در امین نزدیک به 3 سال، تنها 10 روز برای 3 سالگی حکومت سرپرست در افغانستان باقی مانده، در امین 3 سال حکومت سرپرست دید و وادید های بیشمار را انجام داد، با مقام ها، نهاد های بیرونی و حتی در نشست های هم اشتراک کردند، اما هیچ نتیجه نداشت. برعکس آنچه که گفتم، این کارهای خانگی امارت اسلامی در داخل افغانستان و چند مورد مشخص است، هیچ پیشرفت وجود نداشته. شما دلیل را در چی میبینید؟ امارت اسلامی میخواهد جهان را چگونه اقناع بسازه وقتی که این کارها از جمله تامین حقوق بشر و در صدر حق بانوان مطرح میشه، تامین حکومت فراگیر و بحث تشکیل قانون اساسی مطرح است که این موارد انوز در داخل افغانستان در حالی از ابهام است؟ تشکر میکنم محترمه شریفی صاحبه. برای امارت اسلامی مشکلات حکومت های 50 سال یا نیم قرم با جا مانده است که به زودترین وقت افغان ها فکر نکنه که هر مسئله داخلی و خارجی ما زود حل شود. اما قسمی که شما گفتین، دیدارها صورت گرفته، تا جای پیشرفت ها هم وجود آمده، اما با او 40 کشوری که آقای مولوی عبدالکبیر اعلان کردن که سفارت ها دارد، اونا همشون سیاست های دو جانبه میکنند، منافع خود را در نظر میگیرند. ما افغان ها باید منافع خود را در نظر بگیریم که چه قسم بتانیم، مثل که محترم ترکی سید گفت، وقتی که اقتصاد و سیاست با هم پیوند دارن، برادر هستن، اگر اقتصاد کشور ما خراب باشه سیاست درست نمیشه، اگر سیاست خوب باشه سیاست اقتصاد ما خراب باشه، باز همین قسم وضعیت پراگنده در کشور وجود میاد. بنابراین که امارت اسلامی 3 سال میگذره در حکومت سرپرست، نماینده در سازمان ملل متحد ندارن و همچنان افغان ها فعلا در فرار هستن. حکومتی که به خاص افغان ها باشد تشکیل نشده، قانون اساسی وجود ندارد. به اساس کدام قانون آنها میخواهند که صنعتکارا را به کشور بیاره و برای از قانون داشته باشه که کار کنن؟ و همچنان ما دیگه مهاجرین چه قسم بیایم؟ وقتی که من امیال در کشور خارج به اطفال سویدنی درس میدونم، چرا به کشور خود نبیم؟ به مردم خود خدمت کنم؟ اما اگر ما میایم، طفلای ما اوجه نمیتونه که تحصیلات عالی داشته باشه، دختر ما نمیتونه به لیسه بره. بنابراین این مشکل است که امارت اسلامی باید در قدم اول در داخل کشور توجه زیاد کند تا بهانه های جامعه جانی و کشورهای مضر در منطقه و جهان از میان برداشته شود. سپاسگزارتان. آقای ترکی، می دانیم که مشکلات دیپلماتیک و سیاسی امارت اسلامی با جهان سبب شده که بحث اقتصادی افغانستان هم ضررهای خودش داشته باشه، زیان ببینه و تحریم هایی را در بود اقتصادی هم شامل باشه. حالا وقت دیدارها صورت میگیره و برعکس نماینده های از امارت اسلامی دعوت میکنن از بازرگانان افغان که در کشورهای بیرون هستن، میگن بیاین در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنین، در داخل افغانستان چقدر به صدای بازرگانان لبیک گفته شده، امکانات در دستشان قرار داده شده که دیگر بازرگان ها هم بیاین علاقمندی نشان بتن و سرمایه گذاری در داخل افغانستان بکنن؟ ببینین فعلا که مشکلات هایی که دامنگیر ما است، ما با کرات به ریاست برشنا و همچنان ورزی صاحب صنعت تجارت همراهش نشست داشتیم پی در پی. در این شرایط فعلی فعلا این امروز ما هفته 12 ساعت الا 13 ساعت از طرف شب برق داریم، باز از طرف روز نداریم، وقتی که از طرف روز داشته باشیم باز از طرف شب نداریم. شب هم 2:30 شب میاد، 4:30 الا 5 بجه روز، البته صبح برق پس میره، یعنی که 12-13 ساعت ما برق داریم. برق هم استاندارد نیست.
فلانی سرکیت مشکلات ایجاد شد، در فلانی سرکیت مشکلات ایجاد شد، اینی سرکیت دبل سرکیت است، سنگل سرکیت است. یعنی شما باور کنید که فعلا صنعت ما تقریبا 50-60 درصد رکود و سقوط مواجه است. یگانه علت عاملش همین است که برق از خود ما نیست، ما از کشور همسایه برق وارد خاک افغانستان میکنیم. متاسفانه ازبکستان هم به شمول تاجیکستان به جز از ترکمنستان و ایران که یک ذره برق استاندارد است که ولایت هرات ما شکایت نداره و در ضمن از بله آقای ترکی می داشته باشیم ادامه صحبتهایتان را، اما پس از میان برنامه درست. ممنون. حالا هم رفت و برگشت کوتاه. ادامه نیمه روز و بحث را بیننده هستید. آقای ترکی ادامه صحبت هایتان را می داشته باشیم، گفتین که مشکلات برق وجود داره و صنعت مشکلات خودش همچنان تجربه میکنه. بله، ما یادآور شدم پیشنهاد براتون که کشور ترکمنستان و ایران تقریبا در مناطقی که در سرحد هستن برقشان سندرد است، اما متاسفانه تا که به شهر کابل میرسه ولتیج آنقدر تغییرات میکنه که هیچ حدود اندازه نداره. ما پی ال سی که در بخش سکرین میگه ماشینالات اکثر وقت میسوزه و در ضمن از این موتورایی که ماشینای ما میسوزه و بلک ها افغانی ما متضرر میشه. متاسفانه فعلا در نظام گذشته 20 سال ما می مشکلات ها را داشتیم که با تمام حتی تا رئیس جمهور ما شکایت ما رسید، اما متاسفانه هیچ چیز کرده نتونستن. یگانه علت عاملش هم همین است و امارت اسلامی هم بزرگاش هیچ چیز کرده نمیتونن تا به حال، تا که ما خودکفا نشیم و با سرمایه‌گذاری بالای منابع خود نکنیم که ولایت کنر است که ما میتونیم که حتی هندوستان و پاکستان برق به فروش برسانیم، اما متاسفانه در این 3 سال هیچ اقدامی صورت نگرفت. اگر شما هر از گاه صحبت های مسئولان امارت اسلامی را شنیده باشین، از پروژه های بزرگ عمرانی افغانستان یاد میکنن، مثل قشتیپه، مثل تاپ و تاپی و دیگر پروژه ها، میگن که ما به دنبال از هستیم که افغانستان را در بخش های مختلف مخصوصا انرژی و خودکفایی برسانیم. تا امروز های شما شاهد بودین که در امین بخش هایی که سرمایه گذاری شده و پروژه ها هم تا حد پیش رفته نفعش رسیده باشد، حداقل در تامین برق و انرژی که صنعتکاران واقعا نیازش دارن؟ ببینید مسئله تاپی خو تقریبا متقی صاحب هم گفته بود و اکثر بزرگای امارات اسلامی گفت که قریب یک سال تیر شده از امارات اسلامی، گفت ما انشالله که مشکلاتاش حل شد فقط کار بالای شروع است، اما متاسفانه 3 سال شد تا به حال در پروژه تاپی هیچ کار عملی اقدام صورت نگرفته و مثل اینکه لوگر که خوشبختانه که چند روز میشه که بالای از کار عملی صورت گرفت و در یک تفاهم رسیدن و همچنان کاسه یگزار بود که در کاسه یگزار ما هیچ تصور دیتال نداریم. ببینید یگانه علت و عاملش این است، قشتیپه هم بعض مسائل سیاسی داره که با میدیا نباید اینقدر واضح تر شوه. یگانه علت و عاملش همین است که ما امرای کشورهایی که خصوصا کشورهایی که دونر هستن ما رابطه خوب نداریم، خصوصا امریکا که در اصل یعنی ایره بگن که با 20 سال در اینجا با میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده بود، یعنی قباسانی افغانستان رها نمی کنن و ما دی فکر نباشیم که امریکا از اینجا فرار کرد رفت و هیچ واسه توان قدرتی را نداره. ببینید اگر ما در این فکر باشیم این غفلت است، هر حرکت مغرضانه ای که بخوای امریکا میکنه و ما در دسترس ما جز دربار پروردگار هیچ چیز به دست خود نداریم. حتی یک اسلحه ای را ما تا به حال جور نکردیم که در قرن هیتلر که استفاده میشد، هیچ چیز نداریم جز به دربار پروردگار عالم. ما باید به یک تعامل امرای امریکا بشینیم برسیم و همچنان امرای روسیه چین یک سیاست خود به طوری ما باید عیار بسازیم که هیچ کشوری خصوصا کشورهای دونر هستن که از ما آزرده و با ناامید نشن که بعضی خواستهایی که آنها دارن که به ضرر ما نیست و به ضرر منافع ملی ما نیستن، باید امرایشان به تعامل برسیم. در غیر از آن هیچ یک ارگان یا هیچ یک قدرت نمیتونه که مشکلات های افغانستان را برآورده بسازه و ما دو امید ازی باشیم که بشینیم که امریکا یا مثلا در قطر بعض کشورهای دیگه. اگه یادتون باشه ما 2 سال قبل 56 کشور در پاکستان تلبیسیم، تمام کشورهای اسلامی بود، اما آنها وعده های مختلف کردن. متاسفانه که هیچ دستاورد ما نداشتیم از او به خاطر حراس از امریکا داشتن. فعلا بعضی مسائل سیاسی از گفتنش لازم نیست، از آن ما باید ما یک درک داشته باشیم، یک فکر داشته باشیم، ما یک اندیشه داشته باشیم که واقعا
اگر ما میخوایم امرای کشورهای اروپا و آسیا در یک تعامل برسیم، باید نشست با دوسیه کشوری که نامش پیشتر یادآور شدن بنشینیم، ان شاءالله مشکل ما حل میشه. سپاسگزارتان. آقای اندر، چرا مسائل سیاسی افغانستان اینقدر پیچیده شده؟ البته این تازگی نداره، در گذشته ها هم مشاهد بودیم، حتی در دوران مذاکرات صلح دوحه هم عین چالش را مردم افغانستان و گفتمان صلح افغانستان تجربه میکرد. چرا در مسائل سیاسی افغانستان اینقدر هر از گاه ضربه میخوره و هیچگاه نیست که به آنچه که خواست مردم افغانستان است و به صلاح کشور از دست بیابه؟ خب محترمه عایشه جان شریفی، موضوع جدید نیست، بلکه قرن هاست که ما با می مشکل دچار هستیم. ابرقدرت های جانی کوشش میکنه که برای جنگ های سرد نیابتی اقتصادی استراتژیکی استخباراتی خوش کشور از ما و مردم فقیر ما را گروگان بگیره و از پیشان استفاده کنند، که اصلا فعلا جنگ ایالات متحده آمریکا و روس، چین، ایران می باشد. در اینجا واضح است که ما باید سیاست متوازن کنیم. آقای ترکی صاحب گفت که ما باید به آمریکا یعنی تن بدهیم. هرگز نه، ما باید حکومت مستقل افغانی داشته باشیم. این به نفع ماست. ما میتونیم که مثل وقت حکومت شاهی آلحضرت موظف شاه یک افغانستان غیر مستقل بطرف باید باشد. بله آقای اندر، وقت ما میاییم از بی‌طرفی صحبت میکنیم، از توازن و اینکه روابط دیپلماتیک بر اساس منافع ملی افغانستان داشته باشیم، اما وقت ما قانون اساسی نداریم، سیاست خارجی افغانستان مدون نشده، بر اساس چی همین توازن به دست بیایه؟ بر اساس چی امارت اسلامی یا هر حکومتی که باشه روابطش تامین بکنه با کشورها؟ مشکل اساسی در اینجاست که افغانای وطن دوست، افغانای که میخوان در این امارت اسلامی استاد بیان و دیگر حکومت ها تغییر نشود، جنگ نباشد، از رای کراته ها، از رای تفنگ باید حکومت ها نبید، دیگه باید استاد بیانیم. امارت اسلامی به خواست و پیشنهادهای مردم خوش گوش نمیگیرند و به میخاطر است که در بسیاری از کشورها افغان ها به دست استخبارات قوی منتخب دیده و اونا وجود نشست های میکنند که تأثیر مستقیم بالای وضعیت افغانستان دارد و در جهان بسیاری از کشورهای جهان و مترقی از طرف مردمشان اداره می شود. حکومتهایشان، نمایندهایشان، نمایندهای سیاسیشان هر قدر به نرمش با طالبان پیش برند، مردمشان یک آوازه بزرگ شنیده که طالبان حقوق نیم قشن جامعه افغانستان که زن می باشد اونا را از پیشان گرفته است. هیچ کشور مترقی اینها را به رسمیت نخواهد، و اگر قرار باشد که تنها طالبا در حکومت با زندگی خوب معیشتی موتورهای لکس و چوکی های خوب و معاش خوب زندگی کنن و هر ماه یک عروسی جدید کنن، این خوب بمانه از ایست که اینا به قدم جمهوریت قبلی که مردم از توش ناراض بود تا حدود و حکومت های دیگه اینا قدم میگیرن و مردم از توش ناراضی میشن، فاصله میگیرن. اینجا باید وقتی که ما به اینقدر به کشورهای همسایه و منطقه و جهان مقامای ما میرن زاری میکنن، از پیشان کمک میخواین که ما را به رسمیت بشناسین، امرای ما تعامل سیاسی کنین، چرا به مردم خود را جو نمیکنن؟ اگر ما یک وحدت داشته باشیم و حقوق مردم خود را بتن و اذیت و آزار نباشه، این مهم نیست که من در اروپا هستم. ما از همه چیز هم روزه خبر میشیم، رشوت هست، اختطاف هست، فساد هست، آزار اذیت هست. در چند روز قبل هم در لغمان و در چند ولایت ضابطای حکومت قبلی از بین رفته، در حالی که آقای کرزی و عبدالله جان در کابل آرام نشستن و نظامیان ما و کسایی که در حکومت قبلی کار کرده آزار اذیت میشن، از حکومت از کشور خود فرار شدن، اولادهاشون در افغانستان مانده، در هیچ کشور اقامت را هم به دست نوردن. یک فضای نابرابری در حکومت فعلی وجود دارد که اگر این از میان برداشته شود بهترین حکومت است، اشغال نیست و باید با سیاست متوازن بعد از او خوبتر میتواند ادامه بدهد. ما میتونیم که غیر منسلک باشیم، ما هم انسان ها هستیم مثل کشورهای دیگر. چرا بالای پاکستان که مرکز توریسم است وضعیتشان هم خراب است، حقوق تمامی ادبایشان را گرفته، چرا در ایران که قدر ظلم است، در تاجکستان حکومت دیکتاتوریست بالای آنها جامعه جهانی و سازمان ملل متحد انتقاد نمی نماید که تنها در 45 سال است که
برای مردم افغانستان و برای افغانستان انتخاب میکنن، دسترازی میکنن، چون ما یکی نیستیم. ما نمیخوایم که سیاست خوب نکنیم. اگر سیاست درست ننمایم، واضح است که جانیان با ما نزدیک نمیشن، دوستای خوبی را پیدا نمیکنیم. مثل که آقای ترکی صاحب گفت 57 کشور اسلامی است، دو مرتبه نشست کردن، صندوق هم ماندن، اما هیچ کمک نکردن، چون با خواسته های امو آیت های سازمان همکاری کشور اسلامی، امارت اسلامی تن ندادن، گفتن آمدن که مکاتب دخترها، پانتونای دخترها را آزاد سازن، ما میخوایم که خانمای افغان با دین مقدس اسلام خوبتر بلدت پیدا کنن، علم پیدا کنن، کار کنن. یک کار خوب است که اینا تن ندادن، ولی یک کشور اروپایی هم روزه میان، نماینده های سازمان ملل متحد یوناما میان برای از جا زاری میکنن، اینا چی فکر کردن؟ ما باور دارم که به نفع نه طالبان، نه به نفع خارجی ها و نه به نفع افغان ها. اگر ما سیاست درست کنیم، اگر ما قانون اساسی داشته باشیم، ما میدانیم که اسلام دین مقدس ماست، ما باید قانونای مدنی ما شرعی باشه، مطابق قانون دین مقدس اسلام باشن. اما کجاست که 3 سال میشه قانون اساسی میسازیم، 3 سال میشه حکومت ما سرپرست، 3 سال میشه که افغانای ما در فرار، کار ندارن، بیکاری، بیروزگاری داد میزنه و تنها ما بنازیم که پروژه پشت پر آباد ساختیم. نه خیر، اگر سیاست خوب کنیم، نرمش کنیم، مردم با می فقرم با حکومت نزدیک میشه، به امارت اسلامی احترام میگذارن. تشکر. آقای ترکی، اگر بحث را جمع بکنیم، میدانیم که امارت اسلامی از زمان حاکمیت دوبارش بر افغانستان امواره مطرح کرده که ما سیاست اقتصاد محور را دنبال میکنیم، اما بر اساس همین سیاست اقتصاد محور هم آمدن قراردادهای کلان را با کشورهای مختلف از جمله چین انجام داده که هنوز عملی نشده و در حالی از ابهام باقی مانده که چه زمان عملی خواهد شد. فکر میکنین این راه به کجا میره اگر بحث سیاسی حل ساخته نشه و تاثیرگذاریش همچنان بر بحث اقتصاد باقی بمانه؟ ببینین، در شرایط فعلی که افغانستان اکثر کشورها سرمایه‌گذاری میکنه، خصوصا 20% رول را که ترکیه بازی میکنه، تقریبا 70% رول را چین بازی میکنه، باور به خدا کنه که فعلا در شرایط فعلی اینها از گاب غدود بر ما میته، یعنی برتون بسیار آمیانه بگویم. اگر واقعا کشور ما به رسمیت شناخته می شدی، باید به داوطلبی انداخته می شدی، مثل اینکه لوگر باید با آسانی یا به دست نمی آوردن. یگانه علت عاملش همین است که مشکلات های بانکی ما باز برتون یادآور می شم، همراه امریکا باید ما نشست داشته باشه. من در سه پیشتر گفت که ما باید به امریکا تسلیم نشیم. ما والدمون خود برتون گفتم که باید منافع ملی ما در خطر نباشد. اگر خدا نخواسته منافع ملی ما در خطر باشد و مقدسات دین ما در خطر باشد، به هیچ وجه ما قبول نمی کنیم. ما مسلمان هستیم، افغان هستیم، از این خاک هستیم، از این کشور هستیم، اما متاسفانه ما بدیلش نداریم. 3 سال ما مقاومت کردیم، وطن خود، مردم خود به خدا از بدبختی و بیچارگی تباه کردیم. فعلا وضعیت مردم ببینید، در ولسوالیا برین، در ولایت‌ها برین، ولایت‌های دوردست، در ولسوالیا، در قریه‌جات وضعیت اقتصادی قدر در بدبختی ما قرار داریم که یک خربوزه یا فعلا در 6 7 افغانی خرید و فروش میشه. از زراعت پیشه ما از خونش دل از دلش خون میچکه. نه تنها در بخش خربوزه، میدان وردک برین، قیسی را که با سیر با 200-300 افغانی خرید و فروش میشد، با 80 رپ خرید و فروش میشه، او ناامید شده زراعت پیشه ما. و امسال ما انگور شمالی را برتون مثال میتم، با جز رای پاکستان که با کرات 44 ده هست که با ما با پسخند و رشخند های مختلف ما میوه تازه خود وارد خاک پاکستان میکنیم به هر نرخی که آنها خواستن و هر وقتی که ترخم مزدود کردن و باز کردن. علتش چی است؟ علتش همین است که کشور ما به رسمیت شناخته نشده، از دیگر کشور ما تعامل ما نداریم، کشورهای دیگر ما را به کشور سیال نمیبینه. متاسفانه روز به روز به بدبختی دوچار شده رایستیم و وضعیت اقتصادی مردم ما وخیمتر شده رایست، با جوانای ما در بحرها غرق شد. فعلا 14 پاس 16 پاس بعضی وقت ما در احمد شاه ببینه نایز 2000 ما زندگی میکنم، در پشت سر ریکشای که ریکشوانی میکنه میگه 16 سال تحصیل من نتیجهش ریکشوانی. این جای تاسف است، جای افسوس است، جایی است که به خدا خون دل من میشه که میبینم جوان خدا بی مجبور به این میشه که در بحرهای یونان و ترکیه و غرق میشه. علتش چی است؟ بیکاری، بیروزگاری است. علتش همین است که ما همراه کشور همسایه و بعض کشورهایی که دونراس همراه ذات تعامل نمی کنیم، باید نشسته برایش داشته باشیم، افهام و تفهیم کنیم، بینشان بشینیم بگیم برادر چی میخوای، چی باید بتم. ایندیا یک مثال میکنه بسیار عامیانه، میگه کچ پانی کلی کچ کنا پرتا، یک چیزی که به دست میاری باید به یک چیزی بس دست بیتی. فعلا ما در شرایط قرار نداریم که همراه کشورهایی که
دونر هستند و کشورهایی که بسیار اول قدرت هستند امروز در تکرار شویم که ما خصوصا در بخش اقتصاد هی ممکن است اشتباه بزرگی است. ایران ببینید چقدر با سیاست خوب فعلا 100% کشور اسلامی است، اسلام تطبیق داد، رضا شاه پهلوی که وضعیتش خراب بود سای او را از بین برد، فعلا بهترین اقتصاد داره، امروز جهان در تکرار است. ما چی داریم؟ یک بی پیلوت اگر بیاد خبر وارد خاک افغانستان شود، همین فقط همین ارگ ما را اگر بمبارد کنه ما چیکار میتونیم؟ با کی ارز نیاز میکنی؟ با پیش کدام کشور یا بین الملل؟ بین الملل یعنی امریکا. این خب واضح کلگی میفهمه. اگر ما به یک تفاهم نرسیم مشکلات های ما دیگر هم وخیم تر میشه، ما مشکلات های ما دیگر هم جوان های ما از بین میره، زراعت پیشه ما که زراعت کشور که 70% زراعت پیشه باشه متاسفانه ببینید ما حبوبات ما از ایران و ازبکستان تاجکستان میه، چرا که منیجمنت صحیح نیست، این اداره نیست، تخمه های اصلاح شده نیست. ما براتون مثال میتم به خربوزی رو به خاطر بار تکرار میکنم که یک خربوزی که 10 11 یا 9 کیلو وزن داره به 6 7 افغانی او به فروش میرسه و پاکستان هم کشوری است که نقطه ولایت های افغانستان و ولسوالی ها را سرچین کرده که در کجا چی کشاورزی شده. ما خو منیجمنت نداریم که باید یک ولایت میگفتیم هدایت میدادیم که شما باید این چیزا بکارین، بعد دیگه ولایت این چیزا نظر بمو تست یا لابراتوار زمین که باید اینی خوب حاصل میتا تخم های اصلاح شده را در اختیار زراعت اموطن خود قرار ندادیم. در سال آینده ببینین شما باز که 50% مشکلات هایی که ما فعلا زراعت پیشی ما دیده کش نمیکنه، زمین اینا خالی میمونه. چرا باید یک مشکلات ما دوچار شویم؟ ما به خاطر حل از اینکه مشکل همی جوانای ما باید به کار شوه، باید فرار نشه، در پشت سر یک ریکشا نوشته نکنه که 16 سال تحصیل ما نتیجهش ریکشاوانی. بسیار یک ناامید کننده است اگر کسی که در جای از او قرار بگیره و کسی که تحصیل کرده باشه به خدا باور کنید از خون از دل آدم خون میبره که بیخی وضعیت آدم خراب میشه تا احساساتی میشه. این همین مشکلاتا که باید برآورده شود تا ما بتونیم طور کشورهای همسایه و سایر کشورهای دیگه ما زندگی خود پیش ببریم. سپاسگزارتان. آقای اندر، اگر بحث را جمع بکنیم، مشکلات را آقای ترک یاد کردن و راه حل هم تا جای پیشنهاد کردن، فکر میکنین تا تعامل که هم در بعد سیاسی افغانستان ادغام دوباره شب با سیستم جهانی به دست بیاره و هم در بعد اقتصادی رشد بکنه چقدر فاصله داریم؟ تشکر میگم. ما با صحبت های آقای ترکی کاملا موافق هستم، اما یک موضوع که در جهان مدرن هم بسیاری کسایی که دکتر هستند، دیپلم دارند، ماستر هستند، تا وقتی که برایشان کار پیدا میشه کراچوانی، پاکاری، هر چیزی میکنه. ما در سویدن میبینیم که بسیاری مردم 3 سال، 4 سال منتظر میشه. کشور ما بسیار بیران شده تا که حکومت قانون اساسی جنا کنه، دوائر و پروژه های خارجی هم نبیه و در اینجا مثل سابق باره برای تمامی افغان ها کار پیدا میشه. واقعا که مشکل است. اما موضوع تعامل را دوباره تاکید می نمایم. این تعامل باید با افغان ها صورت بگیره. افغان ها هم روز بروز ناراض میشن و مشکلات هایی که محترم امیر المومنین ملای بطلا خون یاد میکنن این بمانه زیست که نفاق در بین امارت اسلامی در بین مقامهاشان افتیده و با گفته ها و اوامر امیر المومنین هم در بعضی از جا احترام نمیشن. ما میبینیم، میشنویم. بنان ای امارت اسلامی باید با مردم خود اول تعامل کنه با مردم خود و اینطور نمیشه که تفنگ را به دهن مردم مانده باشیم بگیم که امنیت است و شور نخوری. باید حکومت دائمی شوه، قانون اساسی باشه. بعد از او ببینید که بسیاری از کشورهای همسایه و کشورهای منطقه خودشان میدونن که با ما تعامل خواهد کردن. ما باید در افغانستان کار را زیاد نمایم و امارت اسلامی در 3 سال وقتی که سرپرست است، حکومت سرپرست است و تشویش مردم افغانستان را اضافه تر ساخته است. برای ما بگویند که آیا این کدام پروژه است که موقتی است، با امر کدام استخبارات قوی منطقه و جهان به پیش میره؟ چرا نه اجنبی است و نه امریکایی است که برای ما وزیر و معاون و والی تعیین کنه و نه هم کدام روسی است؟ چرا نمیتونه که کابینه دائمی تعیین شود و کابینه ما را هم حمید فیض ساخته است که تا به حال ما از اعلانای پیاله چای پاکستانی ها خلاص نمیشیم. او هم برای ما شرم است و بعد از این هم باید کوشش کنیم که اجنبی ها دسترازی نکنن. افغان ها، ما تمامی افغان هایی که در جمهوریت بودن یا در حکومت های قبلی مثل ما هایی بودن خواهیم با وطن مردم نبودن که فرار کردن، از دست ظلم عمید تنظیم ها عذاب فرار کردن. ما نخبگانی داریم، ما حقوقدانان داریم، ما دکترهای داریم، انجینرهای داریم، به شکل واقعی با آنها ارتباط گرفته نشده و وضعیت برایشان آماده نشده. و اگر وضعیت آماده شده باشه
ما فکر میکنم که بسیاری از افغانها دوباره برمیگرده و سپاس. تحت یک چتر گرد آمدیم به خاطر آینده مردم و کشور خوش بندشیم. هیچ چال از 12 میلیون مهاجر 4 میلیون به مواد مخدر مبتلا، چقدر مریض فقیر. میوه‌های ما پاکستان در روز روشن در تابستان دروازه را بند می‌سازد و حکومت ما نمیتونه که یک راه دیگر بسنجد. این مسائل میشه که مشکلات سیاسی ما را که شما گفتین اضافه تر بسازه و اگر در داخل کشور ما کار زیاد سیاسی و بنیادین ما با باور کامل میکنم دوباره یاد میکنم که دوباره میگم که بسیاری از کشورها با ما تعامل را ایجاد میکنه و ما یک کشور آزاد مستقل داشته میباشیم. سپاسگزارتان مهمانان گرامی، آقایان احمد خان اندر آگاه روابط بین الملل و عبدالبصیر ترک آگاه مسائل اقتصادی، از حضورتان در برنامه و این که فرصت گذاشتین.